بعد توکیه میکنید. حالا فرمایش شما خیلی درست بود، گفتید تصاویری که گذاشته شد کارگردان برنامه گذاشت بسیار درست بود که الان هیچ راهی اصلاح ایران نداره الا نابودی روحانیت، نابودی کامل. ما روحانی خوب نداریم، روحانیت لباس فکر اندیشه بیگانی و استعمار جستار چرخه در خدمت هستم. بله، من در این روزا معتقد هستم که محرم اومده دیگه در ایران، همه میخوان سیاه بپوشن و غمه بزنن و سرشون رو چاک بدن و از این بازی ها و تئاترایی که در حال این اسلام آخوندی ایجاد کرده در ایران. حالا در رابطه با زنا و هم حتی مردا معتقد هستم باید لباس سفید این روزا بیشتر بپوشن. مردا و زنای ایران یه نوع مبارزه یه با این حکومت. خب این داستان محرم و نمیدونم این چیزها رو، اینا رو عربستان سعودی و همین ده حال محمد سلمان اینا بارها بارها گفتن که آقا اینا ما رو اینجا هستن، اگه هم کشته شدن به خاطر درگیری برای خلافت و از این مسائل بوده و این هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی و ایران و اینا نداره، این مال ما بوده و شما بی خودی این سر زنید، اینا دعواشون بوده، اختلافشون بوده سر خلافت، یکی یکی رو کشته و این دوتا هم کشته شدن، ما علی و نمیدونم حسین و اینا شما نبود در اینا. بنابراین مردم ایران برای اینکه نوعی مبارزه منفی بکنن، حتی من و شما همیشه بارها گفتیم آقا چرا خاموشی، چرا در این زمینه ای صدایی نمیکنی، اعتراضی نمیکنی، حرکتی نمیکنی، حتی تو خیابونا نمیان جمعی راه برین، هیچی هم نگین که من به عنوانی شما رو بتونم بگیرن. بنابراین این داستان باید به این شکل ادامه داد یا راهی پیدا شده الان که به جای سیاه پوشی سفید پوشی کنه، هر کی بیه لباسی پیرنی نمیدونم کت شلواری چیزی سفید بپوشه تو خیابونا بیشتر، که این جنبه سیاه پوشی این روزها که اصلا ایش به قول عربستان همین محمد سلمان ارتباطی به ایرانی ها و این مسائل نداره، اینا داستان داخلی عربستان بوده، اینی که شما هم میخوام توصیه کنین به وطنان که لباس این روزه لباس سفید بپوشن نه لباس سیاه، سیاه پوشی رو رها کنن و بذارن لاغل یه مبارزه منفی در این زمینه و جمهوری اسلامی داشته باشن. استاد شرفشاهی باز گوهربار، فرمایش بسیار زیبا بسیار زیبا بسیار زیبایی فرمودید. در پیروی از فرمایشات شما من عرض کنم که تاجیکستان یک شاعر بزرگ و توانایی داشت به نام بازار صابر، توان شاد دیگه نیست، از دوستان من بود بازار صابر و گلرخسار عزیزم که همچنان هست، گلرخسار رو درود دارم بهش، گلرخسار عزیزم که رئیس مجلس تاجیکستان بود و الان یکی از شاعرهای بزرگ هست. بازار صابر عزیزم پیش از این که از جهان بره یک سروده نوشت و به من پیشکش کرد. ما این آرم برنامه تلویزیون مهر هست که حدود 20 سال اول برنامه میریم که میگه از خون سیاوشی همسال سیاوش الاخر، بعد توی همین میگه از جام سپیدان هر جامه نمیدوشی جام سپیدی و سپید پوشی. همین آرم اول برنامه که میبینیم با اون کلاه فروهری که سیاوش اوستا سرش میذاره، استاد شرف شدید در ایران جهانگیر شده، یعنی از کیان 9 ساله که کشتنش در مدرسه گفته بود که از اسلام و دین متنفر شما بگیرید، تا ایرج خواننده عزیزم، تا رزمجوی عزیزم سجاد رزمجو که کشتنش، اینها توی همون آرم میان در 12 دقیقه که گروه بالگرد ترانه زیبای استاد اوستا رو خونده و همه اینا سپید پوش و همه با کلاه فروهر و از همه مهمتر استاد چرفشای عزیزم، ای هم میهنان مهربان، ای آزادگان آریایی ایرانی، شما مگه نمیگید دوست دارید شهبانو رو؟ مگه نمیگید عاشقشید این زن بزرگوار رو؟ شهبانو داره سالهاست در آیین بزرگ داشته شوهرش
شاهنشاه آریامه سفید میپوشه. همین پریروز الان کارگردان برنامه اگه بتونه عکس ها رو در بیاره، چند عکس بذاره از شهبانو، همین هفته پیش که ایشون در قاهره تشریف داشتن و سالهای قبل، همواره سفید میپوشن. ایشون در اون سالهای نخست چند بار سیاه پوشیدن، چند بار پوشیدن، حتی در مسجد رفاعی یک تور سیاه هم رو سرشون انداختن. اما از هنگام جانفشانی لیلای عزیزم، من عرض کردم که لیلای عزیزم به سان استاد شرفشاهی و به سان انسانهای ایران آریایی دیگر ما جامعه سپیدانیم، هر جامعه نمی پوشیم. گفتم شهبانو جان شما سپید پوش، و به همین خاطر هست که ما می بینیم این تحول فکری که علیرضا پهلوی، لیلا پهلوی و امروز یاسمن پهلوی و نور پهلوی و ایمان پهلوی و فرح و این دختران خاندان پهلوی باعث شدن و بانی شدن، جهانگیر شده. شهبانوی عزیز استاد شرفشاهی، من خودم با خانمم حالا عکس داریم در همین مسجد رفاعی. شما مسجد رفاعی وارد میشید، مسجدتون، شاه در مسجد دفنه، در مسجد که شما وارد میشید حتما مثل حرم امام رضا شینا باید عبا و عزیز چادرمادر سرت کنی بری تو. او دم در گذاشتن بهت میدن باید بسرت کنی بود. من هر بار رفتم، خانمم هم خیلی سکسی و خیلی تابستونی، هوا گرم اونجا، هوا گرم نمی، رفتیم اونجا و مسجد رو برای ما خالی کردن، اما به ما رو مجبور نکردن که خانم بنده چادر سرش کنه. شهبانو هم همون سالهای پیش عرض شد شما میتونید همون طور که میخواییم برین. الان همین دیروز رو پریروز عکس ها رو ببینید، بعدا ببینید، حتما هم دیدید تو روزنامه دیدم چاپ کردید، همه زنهای ایرانی هیچ کدوم اونجا لچک سرشون نیست. وای اونجا مسجد استاد چرخشی از نظر قانون مصر و اسلام و فرا مصر که ایران نشده که هنوز، مصر که ما تو ایران خودمون هم نمیتونیم کار رو بکنیم، خب توی مصر. ولی امسال یه نکته هم همینجا توضیح بدم که یه قرآن اونجا پخش شد، اونم باز ربطی به شهبانو نداره. شهبانوی عزیز سپید پوش میره و همه هم توصیه اینه که سپید بپوشین، همونطور که استاد چرفشایی گفت، و این سیاهی رو که سیاهی رنگ تازیان بنی هاشم هست رو از سرزمینمون محو کنید. به دروغ من شنیدم آمدن میگن سیاوش رنگش سیاه بود و چون سیاوش، نه آقا، ما سیاوشیم، چهرمون یکمی سیاسوخته هست، برونزه هستیم، ولی سیاه پوش نیستیم. سیاوش هم در تاریخ از آتش گذشت، سرخ بود و گلگون بود و سپید پوش. سپید پوشی که آقای شرفشاهی میگه، مهربان یاران، شهبانو سالهاست داره دنبال میکنه. شما که شهبانو دوست دارید در عزاهای خودتون موسیقی، همچنان که همه به کار میبرن موسیقی رو، از نیکا خانوادش گرفته تا محفا تا مجید که درخواستش این بود، مجید رهنورد، بیاموزید زیست آریایی رو که نیکیست، سپیدیست، پاکیست و ضدیت داره با سیاهی و پلیدی. استاد شرفشاهی عزیزم، بله، این مسئله مبارزه با زنها در ایران برای رژیم داره دردسر میشه، و محمد خاتمی که رئیس جمهور پیشین همین حکومت بوده علیه اقداماتی در این رابطه قد علم کرده و گفته اصلا این ماجرا رژیم رو دچار دردسر میکنه، موجودیتش رو به خطر میاندازه و هیچ ضرورتی نداره که شما به این نحو به زنای ایران فشار وارد میکنه.